هنوزم متاسفانه میبینی این آره قمزدا ده که بازی از امو دروازه امو چهار تا معامله گر دور نمیره. بازم پشت پشتی قانونیستن، باز پشت پشتی عبدالاستن، باز پشت پشتی برادرزادای فهیم است، بچهای فهیم هستن، اون کی را میپالن، اون بسم الله خان است، چی است، اون دیگه شو را میپالن. این حرفا میفهمی برای چی؟ این حرفا آبا در آسیاب دشمنای مردم افغانستان میرزن و مردم افغانستان را پارچه پارچه میکنن و از ما یک چهره بد به جهان معرفی میکنن و مسئولیت قوم پرستار کاهش میده و از بین میبره. اگر ما در افغانستان فدرالیزم بسازیم باز این مسئله حل میشه، مسئله قومی نظام عادل به وجود میاد، مسئله قومی حل دموکراتیک و عادلانه پیدا میکنه. این مسئله مشکلاتی کلان برای ما ایجاد میکنه. ببینید نصف پشتونی طرف است، چارچندش اون طرف. خب این ازبک به ازبکستان، این ترکمن به ترکمنستان، این هرات به سیستان، این تاجیک به تاجیکستان. هنوزم متاسفانه میبینی این آره قمزدا ده که بازی از امو دروازه امو چهار تا معامله گر دور نمیره. بازم پشت پشتی قانونیستن، باز پشت پشتی عبدالاستن، باز پشت پشتی برادرزادای فهیم است، بچهای فهیم هستن، اون کی را میپالن، اون بسم الله خان است، چی است، اون دیگه شو را میپالن. آیا قهد رجال است بین دیگه اقوام؟ کسی دیگه وجود ندارد؟ همینا باز بروند تاجیکستان هم همینا جلسه کنن، همینا هم سبا باز اگر بنی دوم جور شو و باز این همین نماینده اقوام هستن سب، بخاطر از اینکه اینا به حد کافی مزدور هستن، به حد کافی بلیگو هستن، به حد کافی در خدمتی از اینا قرار دارن و به حد کافی به قوم خود، به مردم خود، به تاریخ خود، به فرهنگ خود و به مردم افغانستان اینا خیانت کرد. احساسات را که امروز در وجود طالبا میبینیم، یال ما را میخوان آدرس بتن که دشمن تاجیکا طالبات. طالب دشمن تاجیک نیست، دشمن طالب برادر اینمی گروه های مزدور هستن که در بن شکل گرفتن و ما خیانت هم اینا کردن. ما چرا آدرسی غلط پشت آدرسی غلط میرویم؟ یک وقت ما برادر مسعود گفتم که دشمن مسعود کیست، گفت گلبدین طالب است. گفتم دشمن مسعود در درای پنجشیر است، چرا غلط باز نمیشود؟ مسعود گفتم او دو عرب نکشتن، درست فکر کو، درست فکر کو. مسعود در کلهش نخورده بم، اینه تو ششتگی بوده بایدم تو مستقیم در کلهش میزن. مسعود در دلش نخورده، مسعود در شکمش نخورده، مسعود از این چطنش پاره شده. پس بفهم که مسعود کی زده و او دو عرب هم کشته شد. چرا نمیفهمی گفه؟ ولی به حد اینا در پول و در پیسه و در خوردن و در بردن و در خانه و در سرمایه غرق بودن که حتی کوشش میکرد که این بحث صورت نگیره. نه همین باشه، ولی باشه یک وقتی که بازگپ میزنیم. اینا با ما خیانت های رنگ و رنگ کردن و آدرس ما را پاکستان میتن، طالب میتن. خودشان نه باز ما را چیزی نگه، ما تاجیک هستیم. ما با تاجیک خیانت کرده، با ازبک ازبک خیانت کرده، با هزاره هزاره خیانت کرده، با پشتون پشتون خیانت کرده. چرا صادقانه ما پشتون های صادقه، تاجیک های صادقه، هزاره های صادقه، ازبک های صادقه، همه ما یک دست نمیشیم وطن از گیری از این لطمارای خائن مزدور دست نجات نمیدیم. حالا اگر جلسه بازم صورت بگیره، بازم همین داستان، کسی دیگر اینا خونه نمیمانند. در اون لیستا خون نامی ما و تو خونه است، هیچ کس نمیمانند که نفس بکشه. باز این همین داستان دستکی های از این داستان، دستکی هایشان در اون تاجیکستان رو هم جلسه دایر کرد و بعد از او باز نتیجه همون جلسه های مختلفی از اینا دید و آدید ها در هند و دید و آدید ها در کابل و در چیز در قطر و در ترکیه، در ترکیه نتیجه شی نمیشد که این جلسه با ابتکار امیر امارات متحده صورت گرفت. این حال عظیم ممکن کنم چیزی بمیان بیاد. بنابراین تا امیم روز چیزی که در حق مردم افغانستان در حق گروه های مختلف گفته شده راست گفته نشده، کلش پیز بست، کلش گپای استخباراتی و خائنانه. ما در مجموع برای تاجیکا گفته میشه که هرچی پشتونه که از دشمنتان است. آیا این صحیح است؟ اگر ما در افغانستان فدرالیزم بسازیم باز این مسئله حل میشه، مسئله قومی نظام عادل به وجود میاد، مسئله قومی حل دموکراتیک و عادلانه پیدا میکنه. این مسئله مشکلاتی کلان برای ما ایجاد میکنه. پاکستان ببینه نصف پشتونی طرف است،
چارچندش اون طرف. خب ای ازبک با ازبکستان، ای ترکمن با ترکمنستان، ای هرات با سیستان، ای تاجیک با تاجیکستان. خب باز آخری ای چی میشه؟ اگر ما تجزیه کنیم باز وضع منطقه خراب میشه. بنابراین بهتر است که برادرها یک مقدار در فکر خود، در بحث خود، در گپای بی‌معنا و پرتمطراق خود تجدید نظر کنند. این حرفا حرفای ما نیست. خلاصه گپ استاد، نقطه مقابل تمرکز قدرت در انصار تمرکز افتاد. قدرت من براتون بگم که گوش کنین جناب زرابی صاحب، حکومت متمرکز، حکومت غیر متمرکز، حکومت ریاستی، حکومت صدارتی، حتی حکومت شاهی، همه از اینا خوبیای خود داره، بدیای خود داره. و افغانستان باید سیاست از دین جدا شد و خلاص. بخاطر چی؟ بخاطر از این که او که میگه در صدر اسلام بود، او صدر اسلام خلفای راشدین انسانهای بسیار فوق‌العاده بودن. کاش که این رقم آدم ها باشن، این رقم آدم ها خوب باشن، من طرف داری یک جا بودن دین سیاست هست. ولی کسایی هستن که گفته توماس هابس لیویاتان هستن. لیویاتان یک تمساح بسیار خطرناک است که مایه های کوچک در دریا میخورن، و اگر این دو شمشیر در دستی تیمسا بودین مردم تباه تباه میکنن. دندان های بسیار خطرناک دارن، یک چهره عجیب و غریب اینا دارن. بسیار کسا ماکیاولی رو داو میزنن. من ماکیاولی رو در اینجا احترام میکنم. ماکیاولی امی پرده رو از روی بعض زیمامدارا باز کرد، گفت به این حمامه و به این قواره و به این لباس بازی نخرین، اینا بسیار دندانای خطرناک، چشمای خطرناک و نیتی خطرناک دارن و هدفی خطرناک دارن، پنجالای خطرناک دارن. یعنی اینا زیماندارای هست که سالهای سال شما را گفتیم که اینا سایه خدا هستن، در حالی که اینا دشمنی خدا هستن. یکی از هموطنان ما پرسیده، بیاد دارم در لیسه عبیدی زمانی که محصل بودید طرفدار استالین بودید. البت که دو وقت بشو یاد کردیم نالی برادر ما شروع کرد استالین در کجا اومد در کجا. یه بیچاره طرفدار استالین بوده. همی که من گفتم که رئیس جمهور شوم زدم فوراً مرا دیگار با استالین ارده نخواه. این رقم قضاوت های این رقم هست. این دوستای ما اینه تو زود درو قضاوت میکنن، زود درو صاحب آدم ارتباط میتن صاحب با استالین با ای رهبری ترکیه چی نام داری؟ اردوغان. نه نه او دیگه که ملاها را جزا داد. اتاترک. بسیار خوب استاد، مردم اصرار دارن که تناب باید ساخته شود و گردن غنی و کرزه یا خیر بافته شود. والله تو راست که این تناب کو قدرتی که در گردن از اینا باندازه، امو قیصه پشک موشه، امو کسی که تناب در گردن از اینا باندازه کی؟ برای امریکا هنوز اینا ماموریت دارن، هنوز اینا وظیفه دارن، وظیفه شان ختم نشده، ماموریت شان ختم نشده. در بهترین قصر در امارات متحده اشرف غنی زندگی میکنه، در بهترین قصر. فکر میکنه که ایره امیر امارات متحده برش داده؟ کرزی به امارات متحده میآید و از امارات متحده به آلمان میآید و ملاقات های عجیب و غریب میکنه. فکر میکنه که ای اجازه را کی میتش، ای صلاحیت را کی برش میتش، ای ماموریت تا کجا میانجامد؟